آقای یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا، و همچنان آقای احمد ضیاء رفعت، استاد دانشگاه کابل، اینجا در استودیو بیننده های عزیز با ما هستند. و با آقای رفعت ما میخواییم که نخست بحث را آغاز بکنم. آقای رفعت، خیلی خوش آمدین به برنامه. حال و هوای انتخاباتی تقریبا وضعیت جالب تری را به خودش گرفته با واکنش هایی که پس از اعلام نتایج نهایی اعلام شد. فکر میکنین که به کدام طرف روان هستیم؟ با درود، نتیجه انتخابات برای دسته های انتخاباتی رقیب آقای غنی آنگونه که از قبل هم تصور میرفت و کم و بیش اعلام هم شده قابل قبول نیست. اما حرف بسر این است که از این مرحله به بعد حکومت چی خواهد کرد به ریاست آقای غنی و دسته های انتخاباتی رقیب آقای غنی که معترض به نتیجه انتخابات هستند چی امکانهایی را در اختیار خواهند داشت که بتانند به سودشان استفاده کنند. تصور این است که در آغاز ما شاهد واکنش های هیجانی خواهیم بود، اما گمان نمیرد که نتیجه اعلام شده انتخابات قابل بازگشت باشه. از این نتیجه هم جامعه جهانی حمایت قطعی خود را اعلام خواهد کرد و هم توجه داشته باشیم که اگر یک طرف این معادله ماجرا آقای غنی و دسته های انتخاباتی رقیب ایشان هستند، طرف سومی هم این معادله داره که مردم افغانستان است. نگاه کنیم که واکنش مردم افغانستان به نتیجه چی خواهد بود، آن تعیین کننده هست. این واکنش چگونه میشه که همگانی شود؟ آقای رفعت، منتظر یک تظاهرات مردمی باشیم، نشست های گرد همایی های کلان مردم باشیم که بیاین بگوین قبول دارن یا ندارن، یا نه خیر میشه در محور چند تا حزب سیاسی یا رهبران سیاسی که واکنش هایم از پیش داشتن ما به نتیجه یا به دیدگاه مردم برسیم؟ در مورد واکنش افکار عمومی تا جای ما داده های در اختیار داریم که بتانیم تحلیل کنیم. یکی از این داده ها این است که در انتخابات تعداد کم شرکت کردن. تعداد کم شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری به معنای یک نوع یأسدگی جامعه نسبت به سیاست مدارانش است. خب این پیامی است که مردم از قبل داده به سیاست مداران خود. بنابراین حالا نکته دیگری هم مطرح میشه. این درست است که این ریاست جمهوری از دل انتخابات پرسش برانگیز برآمده. این درست است که این حکومت به ریاست آقای اشرف غنی ضعف‌های جدی هم داشته، اما این نکته هم درست است که مردم فکر میکنند که اگر آقای غنی یا به تعبیر دیگر این نتیجه نه، پس آیا بدیلی در برابر آقای غنی دارند؟ یا به زبان ساده تر، آیا این مردم به این درک رسیدند که فکر کنند که اگر خلاهایی در حکومت آقای غنی بوده دیگران برنامه برای پر کردن خلاها دارند؟ خوششانسی آقای غنی شاید بیشتر در این است که با بدبینانه ترین تحلیل هم اگر بخوایم بگوییم که خب حکومت خوب نبوده، حالا بگذاریم که توانایی های هم داشته، پیشرفت هایی بوده، بس سرانا بس نمیگن، حالا بدبینانه ترین مسئله را مطرح میکن. دیر منان استاد بیرت با تاس تراو گرزو رشید سبز خواهی و نظر و اخلو یک جمله اجازه است که نکته اصلی این است که رقیبان آقای غنی نتانستند در آن جاهایی که حکومت ضعف داشته در این 5 سال برنامه بدیل ارائه کنند. از این لحاظ است که میگویم شاید افکار عمومی از همین نتیجه استقبال کنه و مخالفان آقای غنی، مخالفان سیاسی، میدان عمل فراخی نداشته باشه. ډیر زیات مننه استاد بیرته سره. رشید صاحب، ستاسو په باور باندې د رنو عدلانه ټاکنو د څار بنسټ د رئیس په توګه باندې همدغه د ټاکنو پایلې څه ډول ارزیابي کوي؟ آیا د منلو وړ پایلې ګڼي او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته،
استاد او محترم و لیدونکو ته یو تصحیح چې درنو او عدلانه بنسټ نه بلکې د آزاد ده بله د آزاد عدلانه څنګه چې استاد ویلې واقعا دغه ټاکنې د افغانستان په تاریخ کې یعنی بالا پارلماني ټاکنې ډېرې تر ټولو اوږدې ټاکنې وې او هغه تمه او توقع چې د کمیسیون څخه کېدله همدې شکایت کمیسیون څخه چې دوی وتوانېږي د اعتماد جوړ په برخه کې مثبت رول ولوبوي همدارنګه وتوانېږي چې کوم پایلې چې اعلانېږي چې موږ تاسو پخوا هم اندېښنې وې چې د پاړه باندې رضایت منل او همدارنګه د قناعت بحث اوچت باید وي دا یو اندېښنه وه او هیله مو دا وه چې دا دواړه کمیسیونونه په دې برخه کې ډېر کار وکړي خو موږ تاسې ولیدل چې له شپږدم نیم میزان را په دې خوا تر اوسه پورې یعنې هغه واقعه چې رامنځته شولې دغه د دې تخمین چې واقعا د پایلو منل به یو اسانه خبره نه وي موږ تاسې سره ثابته کړله د لومړنۍ پایلو له اعلان څخه مخکې همدغسې وضعیت موږ تاسې درلود په هغې کې هم نارضایتیانې موجودې وې په ځینې پرېکړو باندې خو موږ تاسې دغه بل پړاو چې د شکایت کمیسیون سره بحث راجع شو په دومره ټینګار وکړو چې حداقل پروسه مخته لاړ شي لومړنۍ پایله اعلان شي او د شکایت کمیسیون باید ټول موارد په عادلانه ډول رسیدګي وکړي نو موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدلو د شکایتونو کچه هم ډېره اوچته وه په ولایتو کې هغه کمیسیونونه چې کوم شاته باید برخورد کړی وی مو ولیدل چې له بعده مرغه په هغه کې هماهنګي وجود نه وه په مشابه قضایاو کې بېلابېل پرېکړې سوې وې دا چې استثنایي حالتونه د شکایت مرکزي کمیسیون سره درج شوي وو استنافي موارد هم ډېر زیات شول یې دې ایجابې کوي چې د شکایت کمیسیون په ډېر دقت سره دغه مسایل ته پاملرنه کړی او دوی د اعتماد جوړې برخه کې مثبت رول لوبولی بله اساسي ستونزې څه وي چې بالاخره همدغه پروسې باندې د خلکو او د نوماندانو باور راکم کوي بالاخره دغه پروسه دغه حالت راورسېده چې منل او نه منل پکې رامنځته شي یوه ستونزه دا ده چې د درملو کمپنۍ سره کوم مفاد او محتوا د قرارداد کې مزاسه وي هغه ډېره موثره او په عین حال کې د موږ تاسو د توقعات په اساس باندې نه جوړه شوې ازمایښتي پړاو پکې نو تر سره شوی د معلوماتو راغونډول هم یو جنجال و تصفیه هم جنجال و همدارنګه دا چې ځینې کارکوونکو په خپل کارونو کې غفلت کړی و دا چې اسناد ورکسي و اساس مواد ورکسي و دا هغه یو برخه وه دو مدیریت دغه پروسې و چې هغه باید په ښه توګه سوی وي هغه هم نسو دریم دا چې زمان موږ تاسې ډېر هدر کړ تقویم او حلویش موږ تاسې مراعات نه کړ د خپل کمیسیونونو داخلي ستونزې هم یو دلیل و چې دوی هغه کوردنن اختلافات باید د سره چې د خلکو شک تردید ځینې کړنو په اړه باندې زیات کې اساس کړي د دواړو کمیسیونونو ترمنځ همغږي متقابل درک په همدارنګه چې څوک څو باید وکړي دغه هم په ځینو حالاتو کې باید د سره چې هغه شک تردید باندې زیات شي نو مسلکي چلندونه هم په بعضو حالاتو کې موږ تاسې ویلی سو چې د قضاوي سره تر سره نسو خصوصا هغه حالتونه چې ډیری تر شک لاندې راتللو په هغو کې باید ډېر مسلکي څېړنه سوي خو دغه مجموع کې دی باعث سول چې هغه د شک و تردید با کچه وچه تاسی او دی منالو بحث لگ زرد آسی پذیر اسی آقای رشید شما دیدیم که در آخرین مرحله کمیسیون انتخابات به نحوی آنچه که بیرون شده با کمیسیون شکایات میگه سر باز زد از تطبیق قانونی و اصولی کمیسیون شکایات انتخاباتی آیا میتونیم بگویم که نتایج نهایی به نحوی میتونه زیر پرسش هم بره؟ در این خصوص ما بارها تاکید کردیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی در مرحله کاری که به اونها راجع شده بیشتر با احتیاط با دقت و مسئولانه‌تر عمل بکنه و در چند روزی که انتقاد ایرادی که داشتیم می بود که فیصله هایی که اونها صادر کردن خب این که در کدام موارد واضح هست در کدام موارد اشکال یا مجمل است این هم سرش کافی بحث کردیم از او خواستیم که حداقل حال سر فیصله های خود ناظر باشن که تطبیق از او واقعا درست صورت بگیره ولی دیدیم که یکی خود تاخیر در ارسال فیصله نشانه عجیب که در داخل کمیسیون شکایت انتخاباتی خودشان باعث شد که اینها هماهنگ نباشند بعد از صدور فیصله بعد از شریک ساختن فیصله اینها در داخل سر دچار اختلافات میشن و این باعث میشه که اینها متاسفانه من حیث یک تیم کاری درست عمل نکنند در قدم دوم چیزی که مهم بود کار دو کمیسیون مشترک بود ما تشویق کردیم که بیسنا را که اینها با یک درک متقابل از نقش و وظایف همدیگه خود داشته باشن خصوصا در این مرحله چون ما آخرین استیج هستیم و نتیجه که اعلام میشه حداقل ما توقع داریم که تمام طرف ها نتیجه را قبول بکنن این که بازنده کی از و برنده کی از مهم نیست در انتخابات ما بازنده و برنده را حتما داریم اما خوب است که سطح اعتراضات پایین باشه اینها دو روز نشست پای هم داشتن توقع انتظار که داشتیم که حداقل در یک اعلامیه مشترک اما مفاد توافق از یا واضح شد که نشد که نشد این که باز بعدا فیصله ها تطبیق شد ما
شاید بودیم که مثلا مو روز اول در نو ولایت که فیصله تطبیق میشد در یک ولایت مثلا از بین سه کمیشنر یک کمیشنر ولایتی وجود داشت دو کمیشنر نداشته، در یک ولایت دیگه فر مثال سه کمیشنر وجود نداشته، یک ولایت دیگه سه کمیشنر وجود داشته. اینی باعث شد که کمیسیون شکایت انتخاباتی درست عمل نکنه. حالی که کمیسیون انتخابات چه قسم کار خود انجام داده، خوب است که در مرحله بعدی حداقل این تفسیر وزیره و معلوماتی با مردم شریک بسازد. سپاسگزارم آقای رفعت. جدا این بحث‌های سیاسی و پیامد سیاسی که چی خواهد بود دسته‌های انتخاباتی مشخص، ثبات و همگرایی به رهبری، آقای عبدالله گفته که گزینه‌های مختلف روی میز داره دسته انتخاباتی، آقای گلبدین حکمتیار و تا لحظات دیگر به احتمال زیاد آقای عبدالله موقف گیری خواهد کرد، ولی از همین اکنون گفته که این نتیجه مشروعیت نخواهد داشت. شما گفتین که برگشت این نتیجه سخت است و شاید هم ناممکن، ولی مدیریت کمیسیون های انتخاباتی چگونه بود آقای رفعت؟ آیا ما در حال بحران یا گریره که در حال حاضر داریم در کمیسیون های انتخاباتی بسته شد؟ بدون تردید که کمیسیون های انتخاباتی به وظیفه خود خوب عمل نکردند، به شیوه کار کردند که پرسش برانگیز کردن نتیجه کار خود، به گونه عمل کردن که در برابر علامت سوالی کلان افکار عمومی قرار گرفتن. خب اما نکته این است که نکته اصلی که حالا ما در برابر عمل انجام شده با اعلام نتیجه انتخابات قرار گرفته، حرف این است که آیا راه بازگشت برای این عمل انجام شده وجود داره یا نه؟ ما میگوییم که اگر بنای کار بعد این باشد که کمیسیون انتخابات هر گونه که حالا مدیریت کردن بخواین برگشت داشته باشید، برگشت این برای مردم افغانستان هزینه های سنگین تری را تحمیل خواهد کرد نسبت به هزینه‌ای که شهروندان افغانستان از بابت ضعف مدیریت انتخابات می‌پردازند. از این لحاظ است که ما می‌گوییم این نتیجه محصول هر گونه مدیریت و نادرستی کار هم که بوده باشه، به صورت قهرآمیز برای جامعه قبولش اجتناب ناپذیر است. ولی چقدر آقای رفعت تکرار این رویدادها و تکرار این گونه مدیریت، ما شما کمیشنرهای زیادی را داریم که در پشت میله های زندان هستند، این دموکراسی و مردم سالاری به راستی بهش زیاد زخم نخورده و اگر ادامه پیدا بکنه، فرض کنیم در انتخابات آینده مردم با میزانی که این بار داشتن می داشته باشیم؟ خب اگر چی هیچ انتخاباتی در افغانستان در این مدتی که انجام شده بی عیب و نقص نبوده، نقصان فراوان بوده. چیزی که ما در مورد آینده دموکراسی افغانستان گفته میتونیم این است که انتخابات تنها مسئولیتش به کمیسیون انتخابات هم خلاصه نمیشه، یعنی سازمان های دیگری هم هستن، سازمان های دولتی که باید اینها قدرتمند شوند، با ظرفیت شوند که اینا توان همکاری لازم را با کمیسیون انتخاباتی داشته باشند. یک مقدار آسیب های برخواسته در انتخابات ناشی از ضعف مدیریت سازمان های دیگری هست، به طور مثال تامین نبودن خوب امنیت، یا به طور مثال همین که آمار نفوس افغانستان درست سنجیده نشده، همین که شناسنامه برقی توزیع نشده، چوچی همیار شما ردیف کنه کنارم، اینا همه سبب شده که آسیب های را بر انتخابات تحمیل کنه. بنابراین اگر فرض رو بر این بگذاریم که تا 5 سال دیگر ما وضعیت ما تغییر خواهد کرد، به طور مثال دیگر ما مشکل آمار نفوس نخواهیم داشت، ما 5 سال بعد شاید وضعیت امنیتی ما بهتر باشه، شاید سازمان های دولتی مرتبط به انتخابات قرار است همکاری بکنن، ظرفیت بشری از اینا قوی شه، ظرفیت بشری کارمندان کمیسیون افغانستان تقویت پیدا کنه. خب خیلی از این عامل های دیگری هم هست که کنار هم بگذاریم که بدون شک طی 5 سال آینده باید وضعیتشان بهتر بشه، آنجا میتونیم نتیجه بگیریم که انتخابات ما در آینده شاید به سمت به شدن باشه. نباید مایوس باشین که انتخابات ما همیشه همین تجربه رو خواهد داشت که با تلخی از سر گذراندیم. دیر مننه استاد. رشید صاحب ستاس په باور باندې د ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې نن د خلکو باور پر دغه ملي پروسه باندې په ډیره وروستۍ کچه کې و. دا چې نن دغه پایلې اعلان سوي، ولسمشر غني په خپله وینا کې ویل چې
دغه بریا د ولس بریا ده. فکر کوي هم دغه د ولس بریا بللی سو پر دغه سی بهیر باندې د خلکو چې باور ډیر کم و؟ خب که موږ تاسې وګورو د خلکو ګډون ته په لومړي سر کې د خلکو دغه ټیټ ګډون له بعده مرغه له ټولنیز اړخ ده چې ټاکنې خو تنها حقوقي اړخ نه ده، تخنیکي اړخ نه ده، یو برخه په ټولنې او خلکو پرې ارتباط لري. د موږ تاسو لپاره ډېره ښه وه چې لږ تر لږه 5-6 میلیونه ګډون هم درلودې خلکو. دا به د اجتماعي مشروعیت د انتخاباتو لپاره ډېره ګټوره ثابتېدلی شوله. خو جګړه له یوې خوا نه یو ستونزه د نامنی په دې کې بله برخه د خلکو بې باوري په پروسې باندې دا چې پیوسته دوه ټاکنې راباندې سوسلې او یو وری پارلماني ټاکنې وي دغه جنجال نه خلاصي ونی و دغه سره همداسې پیوسته ولسمشري ټاکنې هم شروع سلې. دا د خپله د نوماندانو نه لیوالتیا د ښه کمپاین لپاره چې خلک وهڅوي بسیج کړي دا یو بحث و. او همدارنګه دا چې مثلا همزمانه د سولې د ټاکنې خبرې دا به مخته وي که دا مخته وي کومې لومړیتوب ده. دا باعث و چې موږ واقعا ګراف د ګډون ټیټ ولرو. نو که موږ تاسې ګډون پراخ وی واقعا نن موږ تاسې دا به ډېره اوچته. ممنون آقای یوسف رشید و آقای ضیا رفعت از حضور هر دو مهمان در برنامه.